دوستان سلام، اگر توی دانمارک میری سر کار احتمالا تو این روزا اسم یول فروکوست به گوشتون خورده. شایدم اگر یکی دو سال دانمارکین تجربهش کرده باشین. یول فروکوست از دو کلمه تشکیل شده، یول به معنای کریسمس و فروکوست هم که به معنای ناهاره، ولی در واقع یه مهمونیه که آدم با همکاراش میره و توش شام میخوره. این مهمونی محبوب ترین مهمونیه تقریبا توی دانمارک برای هر کسی با همکاراش، یعنی مهمونی کاری محبوبیه در دانمارک و آدم خیلی زودتر تاریخش رو متوجه میشه. یعنی اگر که سر کارتون تقویم خاصی داشته باشین احتمالا از روز اول سال معلومه که جشن یول فروکوست کی برگزار میشه. معمولا توی دانمارک هفته اول یا دوم دسامبر بیشترین شرکت ها مهمونی یول فروکوستشون رو برگزار میکنن. این مهمونی ها میتونه توی هتل ها، رستوران ها، خونه یکی از همکارا، خونه رئیستون یا شاید تو محل کارتون برگزار بشه. غذایی که توی این مهمونی سرو میشه میتونه غذای معمولی باشه که برای کریسمس توی دانمارک خورده میشه یا هر ترکیب دیگه ای داشته باشه. میتونه به شکل فردی پورس پورس سرو بشه برای شما یا اینکه یه بوفه بذارن، یعنی به شکل‌های مختلفی این جشن برگزار میشه. اما نکته این که خب برای ما که جدیدیم 1001 سوال داریم. اولی سوال اینه که من برم یا نرم. پیشنهاد من به شما اینه که شرکت کنید، با اینکه خیلی بر ما سخته اولش چون زبان بلد نیستیم، نمیدونیم چی بگیم، چطوری ارتباط برقرار کنیم، چون این مهمونی طولانیه و دانمارکی ها معمولا تا شام رو بخورن و دسر رو بخورن و کلن کار خوردن تموم بشه فقط دور میز میشینن و شما مهم اینه که کی کنار دستتونه یا روبروتون نشسته. معمولا انتخاب میکنن از قبل، اگه تعداد کارمندها زیاده مشخص میشه و یه جوری میشونن که با یکی بشینین که حرفی برای گفتن داشته باشین، ولی ممکنم هست پیش یکی بیفتین که اصلا تا حالا باش حرف نزدین یا اینکه انقدر زبان آدم ضعیفه که اصلا نمیدونه از چی بگه. برای همین خیلی طولانیه. فرض کنید مهمونی حدود 5 و 6 بعد از ظهر شروع میشه با یه نوشیدنی که بهش میگن ویلکام درینک شروع میشه معمولا، که بعدش ممکنه اول افراد بیستن، همه با هم سلام علیک کنن، بعدش میرن دور میزها میشینن و به شکل سنتی ممکنه که شعرهای مختلفی بخونن، سرود بخونن، ممکنم هست نخونن، ولی اگر زیر بشقابتون دیدین یه کاغذی هست رو شعر نوشته به خاطر اینه که بالاخره تو طول مهمونی بهتون میگن که شعر باید خونده شه. ممکنه کارهای عجیب بکنن، ممکنه یه برگه بهتون بدن مثلا روش نوشته باشه وقتی فلان ساعت شد مثلا تو پاشو 10 بار دست بزن یا سود بزن یا یه کاری کن. برای اینکه اون کسایی که جشن رو برگزار میکنن که خیلی وقتا از کارمندهای همون شرکت خودتون هستن، یه سری کارا میکنن که خنده‌دار باشه، جالب باشه و همه خوش بگذره. یه وقتای اکتیویتی میارن، بازی میارن، همه رو توش دخیل میکنن یا مثلا میزا رو با هم دیگه بینشون مسابقه میذارن. خلاصه یه جوی درست میکنن که یه جو باشه که به همه خوش بگذره. وقتی غذا تموم میشه، دسر تموم میشه، قهوه میخورن، معمولا میپرسن اگه قهوه بخواین براتون میارن یا اینکه میذارن توی سلف سرویس. بعدش دیگه در واقع جشن شروع میشه، یعنی بار هست
که تعجب نکنید اگر مثلا فهمیدین که باید خودتون هزینه از اونجا به بعد نوشیدنیتون رو بدین، یا اینکه فقط ولکام درینک رو ممکنه محل کارتون پرداخت کنه، از بعد از اون خودتون باید اگه بخواین الکلی چیزی بخورین باید پرداخت کنین، همه جورش رو من تو محیط‌های مختلف کاریم تجربه کردم. برای همین یا ممکنه ببینین همه کیف پولاشون رو دروردن، شروع کردن موبایل پی کردن و رست دارن برای همدیگه نوشیدنی میخرن و این مهمونی ممکنه که ساعتهای بسیار زیادی طول بکشه تا ساعت چه میدونم 12، 1، 2، 3 صبح ممکنه طول بکشه. حتی بعد از مهمونی ممکنه همه یا یه چند نفری با همدیگه دوباره برن افتر پارتی یه جای دیگه، مهمونی یا توی باری جایی، در واقع نه اینکه برن مهمونی خونه کسی، برن باری جایی دوباره و ادامه پیدا کنه با نوشیدنی و الکل. خب میبینین که خیلی جوش جدیده برای ما، حداقل منی که تا قبل از دانمارک در ایران زندگی میکردم و خب خیلی سخته دیگه آدم اولین بار بخواد شرکت کنه، ممکنه حوصله‌تون سر بره. یه سری از همکارا هستن که بعد از شام خوردن خیلی آروم مؤدب میرن خونه و هیچ اشکالی هم نداره، بعضی ها هم نه تا آخر میمونن. اما بدونین که شکل مهمونی به این شکل برگزار میشه. در مورد لباس هم همه چی ممکنه بپوشن، لباس های خیلی برقی، لباس های خیلی ساده، ولی تو محل کار من، حالا اون جاهایی که من کار کردم، معمولا خانوما لباس مثلا پیرهن مشکی، یه همچین رنگای مشکی، زرشکی، سبز، اینا رنگ هایی هستن که رنگ یولن. اگر برین بیرون توی بوتیک ها هم میبینین، لازم نیست لباس گرونی بخرین چون هیچ کس اون شب حواسش نیست، یا اینکه زیاد اهمیت نمیدن کسی چی پوشیده و اینکه الکل میخورن دیگه همه چی قاطی پاتی میشه. بعد تو محل کار من همکارا زیاد آرایش ندارن، اما اون شب خیلی ها آرایش میکنن خانوم ها. آقایون معمولا اینجا لباس راحت میپوشن، اما ممکنه اون شب همه مثلا پیرن مردونه بپوشن، کروات بزنن یا کت بپوشن، یعنی یه جورایی شبه رسمی یا رسمی همه مهمونی رو میرن. این نکته هاش بود. فقط این که اگر که براتون سخته یه تیپایی بهتون بدم که میتونین انجام بدین، اگر اهل الکل نیستین اون نوشیدنی اولتون رو که بهتون میدن یهویی نخورین، آروم آروم بنوشین و اینکه همراه خودتون بیارین سر میز، یا اگه سر میز هستین تا اون تموم نشده نوشیدنی بعدی رو نخواین، یا اینکه مثلا اگر موقع شام شد معمولا نوشیدنی کمی شیرین اول سرو میشه، بعدش مثلا شراب ممکنه سرو بشه، میتونین نوشیدنیتون رو بدین بعد شراب بگیرین بعد با اون بازی کنین، یا اینکه اگر نمیخواین الکل بخورین از یه جایی به بعد وقتی که هی هر چند دقیقه یه بار نوشیدنی ها رو به سلامتی میارن بالا میگن سکول، شما میتونین آب بنوشین، یا اینکه اصلا اگر الکل نمیخورین هم میتونین با آب همراهی کنین یا نوشیدنی بدون الکل. اینها نکاتی بود که به ذهنم میومد بهتون بگم، ولی این یه بخش مهمی از فرهنگ دانمارک، به رغم اینکه سخته همراه باشیم، به مرور یاد میگیریم که توی مهمونی های طولانی هم بتونیم جون سالم به در ببریم. بهتون خوش بگذره.